طریق یوتیوب دارن برنامه رو نگاه میکنن و همینطور عزیزان که حضور دارن اینجا. شالوم خدا ما بر شما مقدسین باد. باور میکنی مقدس خدا هستین؟ باور میکنی؟ این سفره مقدس، این میز برکت، این آیین عشای ربانی که فریاد میزنه رحمانیت خدا رو برای تک تک ما عزیزان ثابت کرده روی سنه که ما نه فقط عیسی مسیح مقدسه، بلکه ما مقدسین خداوند هستیم. آمین. این هویت ماست که عیسی مسیح روی صلیب تعریف کرده. هویت ما دنیا و افراد تعریف نمی کنن، بلکه آنچه که عیسی مسیح روی صلیب جان ما انجام داد تعریف می کنه. ما مقدسین خداوند هستیم. آمین. میتونیم در این لحظه جوری که صدای تو، گوشای تو صدای تو رو بشنوه، بگید من مقدس خدا هستم. یک بار دیگه از آن. یک بار دیگه. من مقدس خدا هستم. از آن اینقدر چیزای تعریفای منفی به خورد ما داده شده که باورمون نمیشه که ما پاره تن عیسی مسیح هستیم و هویت اصلی ما اینه. پولس که کلیسای در به داغون مثل قرنتیان بود 240 بار اعلام میکنه در رسالاتش مقدسین، شما مقدسین، چون رفتارهای ما هویت ما رو تعریف نمیکنه. مهم نیست الان تو این هفته چه کار کردی، چه اشتباهی، چه گناهی، همه ما اشتباه میکنیم. مهم اینه که هویت ما مقدسیه هست. آمین. و این هویت رو کم کم بشناسیم، طبق هویتمون رفتار هم خواهیم کرد. خوبه که قبل از اینکه پیامو ادامه بدیم، چقدر شایسته و بجاست که این آیین مقدس عشای ربانی اینجاست با کلامی، با بیانیه‌ای پر از اقتدار، از اون اقتدار نهایی عیسی مسیح خداوند اینجا قرائت کنیم که یوحنا 6 آیه 56 تا 58 از 1009 قرائت میکنم که میگه کسی که بدن مرا میخورد و خون مرا مینوشد در من ساکن میشود و من در او. همانگونه که پدر زنده مرا فرستاد، من به سبب پدر زنده‌ام. آنکه مرا میخورد نیز به سبب من زنده خواهد بود. این است نانی که از آسمان نازل شد، نماند آنچه که پدران شما خوردن و با این حال مردن، بلکه هر کس از این نان بخورد تا ابد زنده خواهد ماند. در جای دیگه میگه هرگاه از این پیاله نیز بنوشد، چون بدن من و خون من خوردنی حقیقی و آشامیدنی حقیقی است. آمین. باشه که در این منبر مقدس چیزی گفته نشه به جز کلام خدا و در نام عیسی مسیح چیزی شنیده نشه به جز کلام خدا. آمین. یک گزارش پزشکی از آن اعلام کرد که وحشتناکترین و دردناکترین مرگی که انسان توسط اون میتونه بمیره، مرگیه که به وسیله پارگی رگ به وجود میاد. علم پزشکی میگه این مرگ بی نهایت دردناکه. وقتی یک انسان شروع میکنه که خونش رو از دست بده، دچار خونریزی میشه، تمام سلولهای بدن به ضد هم بلند میشن، به ضد هم میجنگن، برای یک سر سوزن حیات، برای یک ذره اکسیژن تا زنده بمونن، تمامی بدن به ضد هم برای فقط یک ذره حیات به ضد هم بلند میشن. و شخصی که داره خونش رو از دست میده، علم پزشکی میگه مرگی وحشتناک رو و غیر قابل توصیف رو درک میکنه، تجربه میکنه. چه بعد وقتی اینو، این گزارش رو گوش میدی و نظر روحانی میتونه صدق بکنه، جانی رو داره این گزارش از آن وصف میکنه، جانی رو داره تعریف میکنه که بدون دریافت خون حیات بخش مسیح داره میمیره، جانی رو داره تعریف میکنه که بدون دریافت
دریافت خون عیسی مسیح داره میمیره. یک مرگ ابدی، یک هلاکت ابدی. بدون خون حیات بخش عیسی، بدون وصل شدن به خون حیات بخش عیسی در انتظار همچه انسانی، بدون عیسی مسیح. ولی خدا هرگز نمیخواد انسانی که خلق کرده، انسانی که با اون عشق و محبت خلق کرده، حتی اگه شریر باشه یه همچین مرگی رو تجربه کنه. چقدر حزقیال باب 18 آیه 32 اینو قشنگ توصیف میکنه. میگه خداوند یهوه میفرماید آیا من از مردن مرد شریر مسئول میباشم؟ نه، بلکه از این که از رفتار خود بازگشت کنن و زنده بماند. عزیزان، انسان‌هایی که غضب الهی در زندگی اونها به وسیله خون حیات بخش عیسی مسیح حل و فصل نشده، به جایی خواهد رفت، به جایی خواهد رفت که فشار دندان، تشنگی فرسایش دهنده ناتمام، طرد شدگی وحشتناک، تنهایی خیلی زیاد که انسان نمیتونه اصلا توصیف کنه، که بهش کلام خدا میگه هلاکت ابدی، مرگ ابدی. شخص به جایی میره که هرگز شگفتی های خدا رو تجربه نخواهد کرد. تجربه جایی میره، مکانی میره، جایی میره که هیچ تجربه ای از محبت و مداخله دلسوزانه الهی نخواهد چشید. شخصی که بدون خون عیسی مسیح، خون حیات بخش عیسی مسیح میمیره، عزیزان، در جایی میره که انگار رها شده، هیچ امیدی نیست، بدون امید رها شده. برای همین عیسی مسیح خداوند روی صلیب این درد عمیق انسان رها شده در جهنم بدون خدا داره تجربه میکنه. الهی چرا مرا ترک کردی؟ درد افرادی که رها شده در هلاکت ابدی در جهنم بدون مداخله دلسوزانه خدا، وقتی که عیسی مسیح فریاد میزنه الهی چرا مرا ترک کردی، داره درد یعنی اشخاصی رو تجربه میکنه. یعنی عیسی مسیح دردی نبود که روی صلیب تجربه نکرد، ولی خدا هرگز نمیخواد انسان عزیزی که آفریده در اون همه استراب، در اون همه عدم امنیت و تنهایی تا یک ابدیت بی پایان زندگی کنه، تجربه کنه. جواب این همه درد بی درمون چیه عزیزان؟ جواب این همه درد بی درمون انسان بدون خدا، تنها و تنها پیام حیات بخش خون عیسی مسیح به وسیله پزشکان روح روان، به وسیله نجات یافتگان، به وسیله کسایی که این خون حیات بخش به اونا تزریق شده و اونا موظفن که با اعلام پیام انجیل خون حیات بخش رو به دیگران تزریق کنند. آمین. تنها و تنها امید و نجات برای انسانی که در حال مرگ ابدیه، خون گرانبهای عیسی مسیح خدا بنده. اما چگونه انسان در حال مرگ او رو بخونه بدون اینکه ایمان بیاره؟ چگونه انسان در حال خون ریزی ایمان بیاره بدون اینکه بشنوه، بدون اینکه از عیسی مسیح انجیل نجات بخش رو بشنوه؟ چون در کلام خدا میگه ایمان از شنیدن است و شنیدن از کلام خدا. و چگونه عزیزان بشنود؟ چگونه این شخص بشنود در حالی که کسی با او سخن نمیگه؟ و چگونه نجات یافتگان سخن بگن؟ چگونه سخن بگن بدون اینکه حرکت کنن، بدون اینکه فرستاده بشن؟
چنان که مکتوب است عزیزان، چه زیباست، چه زیباست پاهای مبشر که بر روی کوچه ها و خیابان ها و کوه ها حرکت میکنه. اشعیا 52 آیه 7، چه زیباست این پاها که حرکت میکنه و نجات رو اعلام میکنه، سلامتی و صلح رو اعلام میکنه و اعلام میکنه تنها یک خدا وجود داره که داره سلطنت میکنه. چه زیباست این پاها. عیسی حیات الهی را عزیزان به بدن مقدسش تزریق کرد. همون موقع که ایمان آوردی او رو در بر گرفتی تا کلیسا این حیات رو به دیگران تزریق کنه. آمین؟ ایمان دارم عزیزان، مطمئن هستم حتی اگه فرمان بزرگ، مأموریت بزرگ عیسی مسیح در انجیل نبود، متی 28 آیه 11 که بروید تمام امت‌ها رو شاگرد بسازید و آنان رو به نام پدر و پسر و روح‌القدس تعمید بدهید، حتی اگه این فرمان نبود، ایمان مسیحی در بطن خودش ایمان بشارتیه. آمین؟ بشارت دادن در واقع از تراوش طبیعی و خیلی منطقی یک انسانی که تولد تازه یافته و علاوه بر اون روحی که در من تو ساکنه، روحی شهادت دهنده است، روحی بشارت دهنده است، روحی که خوانده شده برای اینکه عیسی مسیح خداوند رو جلال بده و از خون حیات بخش او تعریف کنه. وقتی در هسته مرکزی ایمان مسیحی نگاه میکنی، اونو باز میکنی عزیزان، وقتی که یک شخصی بشارت میده یعنی داره شخصیت عیسی مسیح رو متجلی میکنه و این سرچشمه نتیجه تحریک روح خداست و عیسی مسیح خداوند این بزرگترین عامل سعادت انسان، این بزرگترین صیاد جانها در وجود من و تو ساکنه. آمین عزیزان، به وسیله روحش در من و تو ساکنه. پس من و تو اگه بشارت بدیم یک چیز خیلی طبیعی و منطقیه، اگه بشارت ندیم خیلی عجیبه. شخصی که بشارت میده تراوش طبیعی و منطقی یه شخصی که تولد تازه داره عیسی رو چشیده، مگه میتونه دهانش رو ببنده در حالی که به آسمان خدا و به این خون وصله؟ پس چرا عزیزان، چرا علنا ثمری از حیات پرشور در بدن خداوند ما عیسی دیده نمیشه؟ چرا؟ چرا عزیزان؟ حتی گاهن اگه ما بشارت میدیم، بشارت‌های ما آکنده از اون شور و شوق و غیرت و اشتیاق نیست. مثل پولس میگه مرا غمی عظیم است، دردی جانکاه است، اشتیاق میگه که حاضرم خودم هم مسیح قطع بشم، اسم من از اون خط بخوره، فقط قوم من نجات پیدا کنه. این یعنی اشتیاق، یعنی شور و شعف. چرا کلیسا یه همچین حسی نداره؟ چرا موعظه ها یک اشتیاق سطحی و هیجان های آنی به وجود میاره؟ اونم همین هیجان های آنی خیلی زود این فتیله میگه زود خاموش میشه. چرا عزیزان؟ آیا متوجه شدی بیشتر موعظه هایی که در مورد بیداری و مأموریت نجات بخشه چقدر بی حاصله، مخصوصا در این زمانهای آخر؟ آیا متوجه شدی وقتی واعظین تبشیری، کسی که موعظه راجع بشارت میکنه، عزیزان وقتی موعظه میکنه از شدت تلاش مشرف به موته، ولی چقدر نتیجه ها اندکه، چقدر کلیساها در خواب غفلته برای این مأموریت بزرگ، برای این هویتی که در اوست، شخصیت مسیحی که در اوست، شخصیت مبشر، این بزرگترین بخشنده سعادت، این بزرگترین
فریاد جان ها در من و تو عزیزان میخواد مژده خوش انجیل رو به دنیا اعلام کنه. و یویل بیگی چقدر زیبا در کتابچه منحصر به فرد کوچیکش یه ماجراش خیلی شگفت‌انگیز و زیبا رو برای ما تعریف میکنه که میتونه این چیزایی که من براتون گفتم یکم ساده تر جا بندازه. او تعریف میکنه یک واعظ خیلی بزرگی بود به نام ریچارد سیسی که خیلی دلسرد شده بود چون میدید مثل دیگه واعظین دیگه هرچی که موعظه میکنه اصلا هیچ نتیجه نمیبینه، هرچی خودشو دعا و آتیش میزنه در دعا و روزه که یه جانی رو به سمت خدا بیاره، کلیسا رو مشتعل کنه، کلیسا رو بیدار کنه، فقط هیچ ثمری نمیبینه. یه روز که نشسته بود در پنجره داشت بیرون رو نگاه میکرد، خیلی غمگین بود، خیلی دلسرد بود، یه دفعه میبینه یک خوکبان داره حرکت میکنه و این خوک‌ها مثل شاگردان مطیع دارن از او پیروی میکنن. خوب نگاه میکنه میبینه چرجیبه، این خوک‌ها داره اونا رو به محل کشتارگاه میبره ولی خوک‌ها مثل یه شاگرد مطیع دارن خوکبان رو پیروی میکنن تا محل کشتارگاه. این ریچارد سیسی میدوه دنبال این خوکبان، میگه تو چی کار میکنی؟ راستو به من بگو، تو این زمان بسته ها رو تو کشتارگاه بدون نقصه داری میبری ولی من جان خودم میدم ولی افراد رو نمیتونم به طرف حیات جاوی حرکت بدم، رمز تو چیه؟ و خوکبان میگه آیا ندیدی؟ من چیکار کردم؟ من مقدار غذای خوک در جیبم بود، در اون راهگاه خوک ها همینجور غذا رو میریختم و خوک ها چون خیلی گرسنه بودن رد این غذا رو میگرفتن تا محل کشتارگاه. از شیطان رئیس این جهان نابود شدنی و ستمکار، خورده های خوشبختی، شادری های مقطعی، وعده وعید هایی به انسان های بدون خدا میده تا اونا رو به سوی جهنم و هلاکت ابدی سوق بده. حتی به قول داوود در مزمور 73 حتی اگه تمام خوشی های دنیا رو این افراد داشته باشن، حتی اگه این وعده وعید ها تا آخر هم ادامه پیدا کنه، قصر و دنیا و خوشبختی ها رو داشته باشن، اما عیسی مسیح خداوند در مرقس باب 8 میگه شخص را چه سود هر دو تمام دنیا رو میبره، احساس پیروزی و خوشبختی و موفقیت میکنه اما نفس خودش را دست میده، شخص را چه سود از سود. چرا اینقدر برای ما نجات انسان ها از آن ضرورتش را از دست داده؟ چرا؟ تا چند وقت پیش آمار گرفتن که افراد کلیسا 80% حتی به خانواده خودشون بشارت ندادن. یک فاجعه است عزیزان. دعا بکنیم که حداقل در اون دایره کوچیک خانواده خودمون تاثیرگذار باشیم. چرا عزیزان؟ چرا ضرورت یه همچی کار بزرگی، فرمان بزرگی در زندگی ما، کلیسای ما ضرورت شد دست داده؟ چون احتمالاً باورمون نمیشه بسیاری از افراد ظرف همین امروز و فردا یا شاید قبل از طلوع صبح به سمت هلاکت دارن حرکت میکنن و هلاک شدن. میخوام مزرعه ای رو مجسم کنم جلو چشماتو. دیدی که یه زیبای پاستور رو دیدی؟ یه مزرعه زیبا، گندم‌های طلایی، گندم‌های گرانبها، همه چی پر، مزرعه آماده. فقط فکرشو بکن، تصور کن در اون لحظه‌ای که داری درو میکنی مزرعه آماده است، ابرای طوفان‌زای سیاه دارن حرکت میکنن، گرباد طوفان داره یه تهدید بزرگ رو برای این مزرعه اعلام میکنه و متاسفانه بدبختانه
کشاورز ها کمن. چه اتفاقی میفته هستن؟ چه اتفاقی میفته؟ بخش اعظم محصول ضایع میشه، تلف میشه. و عیسی مسیح خدا من که اومد با من نمیدم خدمت بشم، من اومدم تو جان خودم و فدای بسیاری بکنم و این افراد رو، افراد نجات نیافته رو تشکی میکنه اون محصول آماده و اون مشتاقه عزیزان، اون مشتاقه قلبش حالا طلوب میکنه که این محصولهای آماده درو بشه و نجات جانها رو ببینه. باورتون میشه عزیزان؟ یوحنا باب 4 آیه 35 میگه آیا شما نمیگویید که 4 ماه دیگه موسم درو است؟ اینک به شما میگویم چشمان خود رو بالا بندازید، چشمای بصیرت خودتون رو باز کنید، نگاه کنید که مزرعه ها آماده است، تمام زمین سفید شده، از تمام مزرعه ها، از تمام محصولی که آماده دروه رسیده است، آماده است. آیا شما نمیگویید الان وقتش نیست؟ بگذاری حکومت عوض شه، بذاری اوضاع ایران و افغانستان یک کمی بهتر شه، سر و سامون بگیره. الان وقتش نیست. شاید 3 ماه دیگه، شاید چند وقت دیگه که آزادی مهر بخوره. الان وقتش نیست. عزیزان باشه که شاه شاهان با دستای سوراخ شده چشمای ما رو لمس کنه تا چشمای بصیرت پیدا کنیم، ببینیم که مزرعه ها سفید شده و آماده دروه و مزرعه های وسیع، بسیار وسیع آماده است، ولی ابرهای طوفانزا و سیاه در حال آمدنه که این مزرعه رو، این محصول گرانبهای عیسی رو نابود کنه. اکثر هموطنان ما عزیزان دارن از دست میرن در عرض 7 هفته. الان وارد 8 هفته شده نیست؟ چقدر افراد از بین رفتن؟ گفتن نزدیک 200 خانوار فقط عزادارن به خاطر افرادی که از دست دادن. در عرض چند هفته، 26 شهریور 185 تا الان فکر میکنم 200 نفر معترض که حق طبیعی یک انسانه، یک آزادی طبیعی از دست رفتن. تعداد بیشمار کودک زیر 18 سال و افراد زیادی در بازداشتگاه ها دارن زندگی میکنن و منتظر مرگن. جوانان عزیز ما، کلیساها عالی دارین عمل میکنه، عالی، سادگی شما، استقامت شما در اون همه تعیناها، در اون همه فشارها عالیه، قابل تحسینه. برای هر لحظه که ایستادیم از نداشته خودتون داریم میگیم و از سر خم کنیم اصلا، ولی کافی نیست، ولی کافی نیست، چون اوضاعش، شرایط حکومت و نظامی که در ایرانه با عوض شدن به طور ریشه‌ای و عمقی کاری نمیشه، اونجا عوض نمیشه. اون همه شکستگی، اون همه زخما، اون همه نفرت و کینه و آسیب‌ها از فقط و فقط با پیام خون نجات بخش عیسی مسیح که شفای ریشه‌ای و عمقی در ایران و افغانستان میاد. تنها امید برای بشریت از ایران، افغانستان، تاجیکستان خون شفابخش عیسی مسیح خداوند. تنها سلاح مرموز مخفی، هر که گوش دارد بشنود که روح به کلیساها چه میگوید. تنها سلاح مرموز و مخفی برای این همه آسیب ها، برای این همه درد ها، برای این همه نفرت ها، کینه ها که رو هم داره انباشته میشه. جوانان ما حتی اگه آزادی هم بیامنده رو له میکنه، محبت عیسی مسیحه که از طریق خون شفا بخشش میتونه به اونا آرامی، حیات دوباره بده. از بابا
افغانستان، تاجیکستان، دنیا محدودیت های وحشتناک و خفقان آوری که وجود داره و بعدها هم شاید به عناوینی با نوعایی و نظامهای جدیدی وجود داشته باشه، نجات روحهای گم شده و پریشانه به واسطه خون نجات بخش عیسی مسیح که از طریق نجات یافتگان، پزشکان شفا یافته روح و روان باید به دیگران منتقل شد. ما عنوان کلیسا هستم، هر چقدر که زندگی های خودمون رو به عیسی مسیح بسپاریم در اون خلوتگاه، در اون کانکت شدن با روح خدا، هر چقدر که محبت مسیح ما رو فرو بگیره از آن، قدرت انجیل رو بیشتر میشناسیم. آمین. و از ترس، از نگرانی، از خجالت های انسانی آزاد و آزادتر میشیم. هرچقدر که محبت مسیح در اون خلوت با ما رو فرو بگیره، برای همین چون فرو نمیگیره، چون محبت مسیح رو تجربه نمی کنیم، به حاشیه ها میشستیم. از سال وقتی که محبت مسیح ما رو فرو بگیره، وقتی در اون خلوتگاه روح ما با این روح بزرگترین سعادت نجات دهنده جان ها، سعادت بشر یک بشه، مثل پولس فریاد میزنیم که از انجیل مسیح آر نداریم، زیرا قوت خداست برای ناجیان. هر نجات یافته ای که انجیل رو موعظه میکنه، عزیزان هیچ چیزو مثل این تجربه نکردم، قوت و شادی خدا رو تجربه نمیکنه در هیچ جایی، در هیچ جایی مثل موقعی که بشارت میدی یه رفت حلاک شده، یه کسی که داره خونه خودش و حیات خودش رو از دست میده، نجات میاد و به سمت مسیح میاد. عیسی مسیح فقط برای من تو نمرد، برای میلیون ها انسان جان خودش رو فدا کرد، داوطلبانه با عشق جان خودش رو فدا کرد برای مردمی که در اطراف من تو هستن و هیچی نمیدونن. احتمالاً خیلی کارا و محبت ها براشون کردیم، خیلی خرجا کردیم، فقط از این خون حیات بخش به اونا وصل نکردیم. چقدر انسان ها هستن که مسیح رو نچشیدن، عزیزان محبت مسیح رو، اونها هیچ هسته و قسمتی از آسمان نخواهند داشت. اینو دارم با درد میگم، آنها هیچ بحری از فیض و رحمت خدا نخواهند چشید. آنها از هرگز سرودی در وصف محبت خدا نخواهند سرود. آنها در مورد خون مقتدرانه و معجزه آسای عیسی مسیح خداوند هیچ چیزی نخواهند شنید، هیچ تجربه‌ای نخواهند کرد. و بدون این همه شگفتی های زیبا که روی زمین و در ابدیت تجربه خواهند کرد، در یک حلاکت ابدی خواهند رفت، آنها به جای خواهند رفت عزیزان که هرگز شگفتی های خدا رو نخواهند دید. چرا؟ چرا عزیزان؟ چرا این همه انسان ها هر روز دارن حلاک میشن؟ مخصوصا در این زمان ها، چون ما یاد گرفتیم، چون ما به عنوان کلیسا یاد گرفتیم که انبار برکات باشیم، نیست؟ نه کانالی برای جاری شدن برکات، چون ما کلیسا یاد گرفتیم که احتکار کننده برکات و فیض خدا بشیم، نه توزیع کننده آن. ما یاد گرفتیم از انسان، میلیون ها انسان هیچ شواهدی از عیسی مسیح ندارن، چون هیچ اتصالی بین عیسی و انسان ها برقرار نمیشه. خیلی وقته خیلی چیزا در رنج عیسی مسیح روی صلیب کمه، در رنج مسیح چیزهای کمه عزیزان، و اون رنج من و توه برای گم شده ها. 1800 ساله که مسیحیت وارد ایران شده و در تاریخ 2500 ساله گذشته هرگز ایران در چنین موقعیت حاد و وحشتناک قرار نگرفته، چنین بحران‌های بی پایان و تمام نشدنی رو عزیزان در ترس و رو وحشت تجربه نکرده. از
نگاه میکنم با پاهای لرزون تو خیابونا خودشون رو میکشونن و چطور سرکوب میشن. هرگز هرگز ایران و ایرانی چنین شعبد بازی های چنین شگرف های چنین استراتژی های شیطان و شیاطین و نیروهای تاریکی رو نظارگر نبوده. میخوام بگم یک زمان تاریخی در ایران و این زمانهای خدا میان و میرن، آمین، ثابت نمیمونن. تاریخ ها و زمانهای خدا میان و میرن. میخوام به تو بگم برادر خواهر عزیزم و کسی که داری نگاه میکنی، با قاطعیت کلام خدا میگم تو به جهت چنین زمانی فرا خوانده شدی و اگه ساکت بمونی و اگه بی اعتنا بمونی، نجات از جای دیگه ای برای افغانستان و ایران مهیا خواهد شد، ولی تو به خداوند جوابگو خواهی بود. همونطور که خیلی چیزها رو میبینم در اینستاگرام، چقدر ایماندارای عزیز ما این چیزها رو مینویسن که ظلم پایدار نخواهد بود، نیست؟ آنهایی که تحت پوشش نام خدا ظلم و ستم میکنن عاقبت خیلی سخت و وحشتناکی خواهند داشت. همه این درسته، حقیقت محض عزیزان، ولی من و تو هم مستثنا نیستیم و روزی در مقابل خدا برای هر سکوتی که برای نرساندن این پیام خون نجات بخش حداقل خانواده خودمون شروع کنیم. نه که از این باید به خدا جوابگو باشیم. و امثال باب 24 آیه 11 و 12 چقدر زیبا داره این میگه و چقدر تکان دهنده، چقدر هشدار دهنده. آنان این را که برای موت فرده میشوند خلاص کن و از رهانیدن آنانی که برای قتل مهیا هم کوتاهی من هم. اگر گویی که این را ندانستم، آیا آزماینده دلها نخواهد فهمید؟ عزیزان الان شنیدید نیست این پیام؟ و حافظ جان تو نمیداند هر و هر و به هر کس بر حسب اعمالش مکافات خواهد رسانید. آنانی که برای موت برده می شوند عزیزان خلاص کن. وقتی این آیه رو خوندم یاد گزارشی افتادم که 15 سال پیش در ناحیه فارس این گزارش منتشر شده بود که نوشته بود سحرگاه یک روز زمستانی 4 تا قاتل رو به محلی که اعدام میکردن، اجرای حکم بود، باید اعدام میشدن، 4 تا قاتل بودن. اولین شخص اسمش فهید بود که سریع حکم مرگ در مورد او انجام شد. دومی شخص اسمش سینا بود، به پای چوبه دار بردن. همون لحظه که میخواستن حکم انجام بدن، سینا گفت برای آخرین بار یک آرزو دارم. آرزوم اینه که یک نی به من بدی که نی به نوازم. تنها این آرزو رو دارم. پس مأمور اجرای خود نی رو بردن و او شروع کرد ازشان به نواختن نی. آهنگی رو شروع کرد زدن که تنین صدای آسمانی و سوزناک او چنان تأثیر عجیب و عمیقی بر اولیای دم و کسای خانواده اون کسایی که مقتول بودن گذاشت که اونا گفتن همین الان میخوام حکم اعدام حداقل در این زمان منحل بشه. صدای خوش فلوت عزیزان باعث شد که سایه مرگ از صحنه محو بشه. تنها سازی عزیزان، وقتی ما به این ساز فکر میکردم دارم تنها سازیه، مثلا گیتار، جاز میتونیم بنوازیم، بزنیم، یه موقع تمرکزمون جای دیگه بره، ولی تنها سازی که وقتی زده میشه تمامی وجود انسان، تمامی اشتیاق انسان باید در اون ساز دمیده بشه تا صداش به بیرون رسیده بشه، تنها فلوده عزیزان. صدای بشارت من و تو به مثابه نواختن یک نیه. صدای خوش انجیل عزیزان.
وقتی که ما اینجی رو بشارت میدیم انگار داریم فلوت مینوازیم، نی مینوازیم، هرچند نمیدونیم عاقبت کار چیه. مثل سینا، اون نخواست نی بنوازه که او رو بالای چوبه دار نبرن، فقط آرزوش بود چون نی نواز بود. ما نمیدونیم عاقبت اون شخص چی میشه، ولی خدای قادر مطلق میتونه تعمیر ذهن ایجاد کنه و اون شخص رو از یک مرگ و هلاکت ابدی نجات بده. باور کنید عزیزان، چه زیباست بر کوها پاهای کسی که بشارت میده نی نوازه، تمامی اشتیاق وجودش رو میدمه بر نی. چه زیباست که صلح و سلامت رو ندا میده در بین آدم ها و اعلام میکنه تنها یک پادشاه سلطنت میکنه در تمامی جهان و اون عیسی مسیح خداونده. از آن باشه که صدای نی ما وسیله برای تحقق نقشه الهی خدا باشه، باشه که هیچ وقت هیچ وقت نواختن صدای خوش نی غافل نباشیم، چون حیات ابدی و حیات جاوید و زندگی جاوید یک شخص در گروی نواختن نی ماست. پس باید تا موقعی که روی این زمین هستیم نی بنوازیم. آمین. چشمای خودمونو ببندیم چند لحظه در دعا باشیم. ای خدا من. ای خدا، ای یهوه خدا، ای یهوه خدا، ای یهوه خدا که در عیسی مسیح خداوند عهد جدید انقدر زیبا و قاطعانه خودتو نشون دادی. ای خدا، ملت ما ایران، افغانستان، تاجیکستان، سالهاست خداوند اربابانی غیر از تو دارن بر اونا حکم میرانن، بر اونا دارن حکم میرانن، ولی ما اینجا هستیم و میخوایم اعلام کنیم که تنها نام تو رو یاد میاریم، فقط میخوایم نام تو رو بلند کنیم. ای نجات بخش جانها، ای باز خرید کننده جانها، ای فدیه دهنده جانها، دعا میکنیم ای خداوند، دعا میکنیم و حسب اون رحمانیت خود، دولت رحمانیت خود خداوند، دست سوراخ شده خودتو بر ملت ایران، بر ایران و ایرانی، افغان و افغانی خداوند دست خودتو دراز کنی و شفا و سلامتی و نجات رو اعلام کنی. دعا میکنیم این خداوند که دست شریر و شرارت و نقشه های شیطان بر سر ایران و ایرانی، افغان و افغانی و تاجیک و تاجیکستانی کوتاه بشه در نام عیسی مسیح. دعا میکنیم که پیام نجات بخش تو از طریق پزشکان روح و روان، از طریق نجات یافتگان بر گوشه گوشه ایران و ایرانی منتشر بشه. دعا میکنیم که کلیسای تو در نام عیسی مسیح، در اون خلوتگاه، در اون دعا، در اون ملاقات، از تمام اون محدودیت ها، ترس ها، تنگناها، ناباوری ها، این تفاوتی ها آزاد بشه تا در این زمان ها خداوند بشارت خوش انجیل تو همچون تنین خوش صدای نه بر گوش کسایی که خداوند تو رو نمیشناسن و در آستانه مرگن خداوند شنیده بشه، چون در نام پرقدرت عیسی مسیح دعا کردیم. همطور دعا میکنیم که خدا از طریق پیام انجیل هر ظلمت، هر نیروی ظلمت، هر نیروی بازدارنده انجیل در نام عیسی مسیح شکسته باد و ما رو با روح خودت، با کلام خودت در این روزها به سچ و سپر مجهز کنی، چون در نام عیسی مسیح خدا من دعا کردیم و کلیسای خدا من بگه آمین و آمین.